افزایش فقر و مشکلات اقتصادی در ایران باعث شده است تا بیش از 1,600,000 دانش آموز از تحصیل باز بمانند. این روند نگران کننده به ویژه در میان پسران به دلیل نیاز خانواده ها به نیروی کار و کاهش چشم‌اندازهای شغلی پس از تحصیلات شدت گرفته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که سیاست‌های فعلی نتوانستند مانع از ترک تحصیل گسترده شوند. توجه شما را به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده جلب می‌کنم. رسانه‌های ایران از افزایش نگران کننده ترک تحصیل میان دانش آموزان به دلیل مشکلات اقتصادی خبر می‌دهند. بر اساس آمارهای رسمی بیش از 1,600,000 نفر از ادامه تحصیل بازماندند که عمدتاً ناشی از فقر و فشارهای معیشتی است. روزنامه شرق در گزارشی اشاره کرده که آموزش و پرورش دیگر توانایی تغییر وضعیت اقتصادی افراد را ندارد. تا 2 دهه پیش تحصیلات راهی برای ارتقای جایگاه اجتماعی بود، اما امروز بسیاری از دانش آموزان ترک تحصیل و ورود به بازار کار را و ماندن در کلاس‌های درس ترجیح می‌دهند. از نظر آنان تحصیل آینده‌ای روشن ندارد و کار کردن به عنوان راهی سریع‌تر برای تأمین معاش خانواده محسوب می‌شود. آمارها در برخی از استان‌ها نیز بسیار نگران کننده است. به عنوان نمونه، استان آذربایجان غربی با 10% بازماندگان از تحصیل، دومین استان با بالاترین نرخ ترک تحصیل است. در سطح کلان نیز آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که تورم بالا و فقر نقش اصلی در محرومیت از تحصیل داشتند. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران اعلام کرده که سیاست‌های فعلی برای کاهش آمار ترک تحصیل کافی نبوده و این روند همچنان در حال افزایش است. مشکلات معیشتی و اقتصادی در دهک‌های پایین جامعه همچنان از عوامل اصلی بازماندگی از تحصیل در ایران محسوب می‌شود.